توی این ویدیو اومدیم تو روزه گرم تابستون هم میدون ولیعصر بریم به سمت بهجت آباد خیابون ویلا. بریم تو خیابون آبان اونجا بازار روز بهجت آباد، یکی قدیمی ترین بازار روزایی که توش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشه. این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید، با من همراه باشید بریم ببینیم تو چه بخی باحالی میبینیم. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله الان دقیقا سر تقاطع بلوار کشاورز خیابون فلسطین یا همون بلوار الیزابت سابق و خیابون کاخی با هم میریم سمت میدون ولیعهد یا همون ولیعهد. ببینید چقدر صفا داره این بلوار الیزابت. حالا خیلی وقت اومدم اینجا، میدونید الان یهو خودمو پیدا کردم، دیدم دارم از سمت انقلاب و سمت پارک فرح یا همون لاله قدم میزنم میام این ور. چند روز پیش 24 جون تولدم بود و کلی خاطرات از این بلوار زیبا، از این حس حال قشنگ، از این عمری که میگذره دیگه، یعنی چشم هم میذارید و سپری میشه. حالا من همیشه فرضم برای میگیرم که خیلی از عزیزانی که کنارم بودید، شما عزیزان همیشه به من لطف دارید، یه تعداد آدم های جدید هم ممکنه اضافه بشه، برای همین همیشه اسمای قدیمی رو میگم باز یه جورایی خاطرات زنده بشه. میبینید تو این گرمای تابستون زیر این درخت های قدیمی نشستن و یه جورایی لذت بردن، حالا هر جورش، کنار یار، با دوستان قدیمی، همکلاسی ها، هر کسی یه جوری نشسته اینجا دیگه. تو این ویدیو به علاوه اینکه اینجا رو میریم با هم میچرخیم، بهتون گفتم میبرمتون حتما بازار روز بهجت آباد، یکی از قدیمی ترین بازار روزها، یه جوری میشه گفت از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اون تو پیدا میشه. پس تا انتها با من باشید. حالا برگردیم ببینیم دیگه چه خبره. میدونید که این یکی از جوهایی که از سمت کرج به جورایی سرازیر میشد، الان دیگه تقریبا خشکه. یه تو این فصل تابستون تو این گرما 100% به جورایی میشه به خوشسالی رو داریم دیگه. میدونید الان بستنی خوردن مزه میده، یعنی اصلا یه جوری عجیب غریب مزه میده. بریم اون دست بهتون یه چیزی نشون بدم. من همیشه لذت میبرم تو این بلوار الیزابت قدم میزنم، واقعا یه حس خنکی، یعنی هر چقدر این ور اون ور گرمه اینجا یه دنیا خنکی داره و آدم جیگرش حال میاد. یه داریم میرسیم به میدون ولیعهد، همون ولیعهد، با همه نیم نگاهی میدهد ببینیم چقدر تغییر کرده، مخصوصا واسه عزیزانی که خیلی وقت ندیدن اینجا رو. البته میدونید جز جایی خیلی خیلی مطرح تهران دیگه، یعنی همه بالاخره یه بار اومده باشن تهران حتما یه سفری یا یه به اینجا داشتن. ببینید حالا هوای مردم رو بعد از اینکه آفتاب غروب میکنه یه جورایی سرزنده سرزندن. الان یه چیزی میخواستم بهتون گوشه نشون بدم، از اینجا که میبینید یه سرصدای ماشینا دیگه کاملا احساس میشه. یه سینما قدس یا همون سینما پولیدور سابق، شاید خیلیاتون خاطرتون باشه، و این برم که خود میدون ولیعصر که الان داخلش ایستگاه مترو قرار داره و این زیر کاملا خالیه و یه عالمه فروشگاه هم قراره اون تو افتتاح شه. البته هست یه تعدادش باز یه تعداد دیگه شه هم افتتاح میشه. با هم دیگه نیم نگاهی میدادیم میریم سمت خیابون ولیعصر یا هم پهلوی سابق ببینیم چه خبره. این گذر همیشه شلوغ و دیدنی. روبرمون هم که خیابون کریم خان دیگه، اون بازار روز بهجت آباد اون تو قرار داره. برگردیم بریم داخل خیابون. چقدر حس خوبیه اینجا، اصلا
قدم میزنم لذت میبرم. یعنی واسه من بمب خاطره است. پیراشگاهی که اینجا هست الان خیلی هاتون میگید بگی من اونجا تولدم پیراشگاه خوردم، صحنه یک سالم رو خوردم. الان پیراشگاه همون 20 تومنه دیگه، همون قیمت قدیمه، یعنی قدیم که قیمت دو هفته پیش شده، تغییری نکرده. لباس ها میبینید همه رنگ روشن خنک. اگه با تومن اینه حرکت میکنه برای اینکه شما احساس بهتری داشته باشید، زیاد سرتون هیچ نره. بساطی هم که دیگه ساعت 6 غروب به این وقت حضور دارن دیگه. این خیابون ولیعصر هست کلا همیشه پر رفت آمد و شلوغ و پر نشاط بوده. یعنی دیده من سرزنده ترین خیابون های تهران همین دو تیکه میدون ولیعصر تا سر زرتشته، همیشه آدم های رنگ و رنگ سوال قشنگ. آهنگ هم که اینجا هست و من که از خرید کیش رو فکر میکنم که ازایی که 23 سال پیش اینجا بودن همه به خاطر دارن دیگه. یه وارد خود خیابون شدیم و حالا هوای قشنگ بازم داشت. میبینید اینجا اصلا قسمت بسات سنگی به من لباس هم قیمتش هم 135 295 145 220 430 530 لباس دستویش هم گرونه ها، همچنین ارزون به نظر نمیاد. اینجا هم خط بیارتیه که از سمت تجریش میاد، یه پارکوی هم هست میره به سمت میدون راهن. نفری 3500 تومن. حتما باشید با من و بازار روز بهجت آباد. سعی کردم از این به بعد اگه یه جای تکراری میارمتون یه جای جدیدم توش معرفی کنم که شما عزیزانی که همیشه به من لطف داشتید از قدیم توی این دو سالی که کنارم بودید جای تکراری رو نبینید. البته خب میدونید هر دفعه هم خب آدم جدیدی هم اضافه میشن دیگه، اصلا عزیزان هم حتما ویدئوی جدیدتری تهیه میکنم. اگه من این نفس میدارم چون یه ذره شیب داره اینجا، منم که نفس به نفس. اینجا سینما استقلاله. اگه گفتی سینما استقلال اسم قدیمیش چی بوده؟ ایمپایر. اگه اشتباه نکنم ایمپایر بوده. یه لحظه خودم با سینما آفریقا داشتم اشتباهش میگرفتم. یه خونکی و خاکشی رو بستنی و اینجور چیزا مزه میده دیگه. خیلی اینجا منتظرن که آماده شه تا نوشه جان کنه. میکنم خیلی از هم نسلی های من حالا نسل من تقریبا میشه گفت دهه 60 رو در نظر بگیری، خیلی هم اینجا رو متر به متر قدم میدادم چون جز جایی بود که واقعا از اون موقع شروع بود پر رفت و آمد تو موجه جورایی تسال قشنگی داشت. اون دست ولی اصلا یادتونه دیگه اونجا اکثرا پردای پرده فروشیه، پردای خیلی شیک یا بورساشه. البته سمت خیابون زرتشت هم هست، اونجا هم جزء بورسای پرده فروشی هست.
رئیس بکنم سینمای آفریقا را میبینید دیگه. که خیلی از فیلم‌ها رو شما اینجا عزیزان دیدید دیگه توی این سینماهای قدیمی، هر کدوم برای خودش قواحتی داشته. الان در حال حاضر بلیت سینما 45,000 تومنه، یعنی یه دلار تقریبا، یه ذره کمتر از یه دلار. رسیدیم سر چهار زرتوش. با هم بریم سمت بازار روز بهشت آباد تو کریم خان. باکسم پایین اومدیم، دقیقاً سر آبان جنوبی بریم سمت بازار روز بهجت آباد. میدونید اصلا کلا محله بهجت آباد یه جای خاصه دیگه، خیلیاتون از قدیم اینجا رو میشناسید. یه چیزی که اینجا خیلی خوبه این حال و هوایی که این پیاده رو این خلوتی محله داره دیگه، یعنی اصلا انقدر که خلوته آدم حال میکنه هر موقع بیاد اینجا قدم بزنه. باید میدونید از اینکه خود بازار روز بشین، قبل اینکه برسیم بازار روز یه ملکیه حالا اینجا مال مصطفی ممالک، یعنی یه باغه، با خونش اشتباه نگیرید ها، واقعا نمیدونم چقدر اطلاع دارید. خونه مصطفی ممالک جز آثار ملی سال 1356 ثبت شده ولی تا الان به روی عموم هیچ وقت باز نشده و حتی یک بارم بازسازی نشده، یعنی جز آثاریه که دست نخورده است و داره از بین میره. در اختیار اداره پست و یه جوری میشه گفت رهاش کرده که کامل از بین بره. عکسش این گوشه براتون گذاشتم ببینید که این آثار هنری معماری که از 125 سال پیش به جا مونده، یعنی تقریبا اواخر دوره ناصرالدین شاه. اینجا هم که سردرشه این باغه، حالا اینجا ماشین داره رد میشه، واقعا جای افسوس داره که همچین جاهایی باشه و ما نتونیم ازش بهره ببریم و یه جوری حداقل حفظش کنیم واسه بعدها. اینجا اون باغ، حالا داخلش دیگه نمیدونم چه خبره اینجا تو بقیه جا. بریم داخل خود این بازار روز بهجت آباد چیم که از شیر مرغ جون آدمی زد توش پیدا میشه. از قدیم میدونید هر چیزی که میخواستن میمدن اینجا پیدا میکردن، چون روزی محدود بازاره بوده که همه جور اینجا پیدا میشه. بازار تجلیش رو دیدید اینجا، هر کسی زمان قدیم حالا اصطلاح بیار میکرده اینجا رو میمیدن برایش میگه و اون چیزی که میخواسته پیدا میکردن. اینجا بهش بازار چینی ها میگن، چون سبزی و اما اقسام ادویا و مواد غذایی که مال آسیای شرق هم هست اینجا پیدا میشه. خیلی چیزای صادراتی، میگم صادراتی، وارداتی اینجا هستش. خوبه، من خودم یه زمانی که علاقه داشتم به غذای کره‌ای تعداد مسائل از اینجا تهیه می‌کردم، مثلا سبزیجاتش. قیمتش هم که دیگه مشخصه دیگه، اینجا هم که بازار گوشتش و حالا نام که مغازه‌هاش جالبه. نمیدونم چند نفرتون اینجا خاطره دارید یا اومدید، اکثر اینجا تا همه وارداتیه. اکثر هم این درسته محصولات آسیای شرقیه و همه اینجا مخاطبای خیلی خاص داره ها. یه بازارچه خیلی کوچیک و جمع جور با قدمت 50 ساله
گفتم که خیلی جاتون شاید اینجا دوست داشته باشید ببینید یه جوری خاطراتی براتون زنده بشه از این بازار روز خیلی زیبا. این تروبا رو میشناسید دیگه؟ لذت بگم خوبه همچین وجود همچین بازارهای داخل شهر. حالا میتونم جزو محدود بازارهایی که حالا بیشتر جنسای آسیای شرقی رو داره خواستم آورده باشم تون اینجا یه جورایی اینجا رو بهتون به نمایش بدم. میدونم که خیلیاتون که بچه بهجت آباد بودید اینجا رو میشناسید، خواستم این خاطراتی براتون زنده بشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.